همراهشون با دکتر شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج که از لندن با ما همراه میشه. آقای دکتر کردستی، این تست ها رو سیستم بهداشت بریتانیا هم ازش استفاده کرد و این گزارش مفصل و تحقیق مفصلی که حالا لنست کار کرده داره میگه به نظر میرسه که اونطور که بسیاری رو هیجان زده کرده بود نه اونطوری کار نمیکنه و انگیزه های دیگری در حقیقت پشتش بوده. بله همینطوره. ببینید البته این یک نامه ای هست در حقیقت که از طرف تعدادی از افراد صاحب نام در زمینه سرطان شناسی و غربالگری سرطان نوشته شده به لنست و در لنست چاپ شده. وقتی این به طور اختصاصی تستی به اسم گالری هست که این تست با استفاده از دی ان ای سلولای سرطانی که در خون چرخش میکنه اینها رو دیتکت میکنه و اینها رو به اصطلاح پیدا میکنه و مدعی بود که به هر حال میتونه بیش از ده ها نوع سرطان رو در مراحل اولیه تشخیص بده، اما اطلاعات بیشتری که الان اومده نشون میده که این فقط در حدود 27% موارد میتونه اینها رو در مراحل اولیه تشخیص بده و این هم تازه در کسایی هست که علائمی داشته باشن. اگر علائم نداشته باشن ممکنه حتی از این هم کمتر باشه. و وقتی این تست اومد، خب به خاطر اینکه NHS این رو به صورت یک کلینیکال ترایل، یک کارآزمایی شروع کرد، خیلی هیجان زده شد جامعه و خیلی افراد مختلفی در مورد صحبت کردن. خود من خیلی احساس خوبی داشتم که خب یه همچین چیزی خیلی خوب هست اگه واقعا بتونه کمک بکنه. اما شاید بشه اون هایپی که به قول معروف بود، اون هیجانی که بود یه مقداری فرو نشست. آمارها این رو خیلی تایید نکرد و این تست به وسیله FDA سازمان غذا و دارویی آمریکا هم تایید نشد. البته با حدود $1,000 افراد میرن و انجام میدن، اما الان خب واقعا این زیر سواله که آیا یک تست به تنهایی میتونه این کار بکنه. و حتی در مورد 12 تا از سرطان ها که وقتی فقط به اون 12 تا دقت بکنیم میرسه حساسیت به حدود 50%، باز همین 50% واقعا کافی نیست اولا، و دوم که اون سرطان ها سرطان هایی هستن که اگر هم زود تشخیص داده بشن ممکنه حالا خیلی موثر نباشه. بنابراین تاه سخن این هست که این تست ها هنوز راه درازی داره و راه هایی که به طور معمول توصیه میشه در بالای 50 سال و مجموعه تست ها هست بسیار مفیدتر تا تست هایی که فکر کنیم به این شکل بخوان همه چی رو با یه قطره از خون انجام بدن. سپاسگزارم از شما دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج که از لندن ما را همراهی کردند.